با سلام، توی این ویدیو میخوام نشون بدم چطوری از جی بورد که یک کیبورد از طرف گوگل برای تایپ به وسیله حرف زدن یا صحبت کردن چطوری میشه از این کیبورد استفاده کرد. من برای منظور یه خبر میخوام از BBC فارسی بخونم، این رو نصب کردم از گوگل پلی و توی دراپ باکس یه دونه داکیومنت جدید درست میکنم به اسم که اینجا نوشته Create New Text File. برای اینکه کیبورد جیبورد رو انتخاب کنید بعد روی این کره زمین کلیک کنید و نگه دارید، پرژن جیبورد رو انتخاب کنید و بعد میتونید شروع کنید به صحبت کردن با کلیک کردن روی میکروفون. و من الان شروع میکنم به خوندن این خبر. آیا برنی سندرز میتوانست رئیس جمهور آمریکا شود؟ تا چند روز دیگر دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز میشود. برخی از تحلیلگران پس از پیروزی او بر هیلاری کلینتون این بحث را مطرح کردند که اگر سندرز کاندیدای حزب دموکرات بود میتوانست بر ترامپ پیروز شود. مهدی عربشاهی، کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی کالج راکفلر دانشگاه ایالتی نیویورک در مقاله‌ای که برای صفحه ناظران می‌گویند نوشته است، این احتمال را بررسی کرده است. به نوشته عربشاهی، اگر سندرز هم کاندیدای دموکرات‌ها می‌شد، باز هم ترامپ پیروز انتخابات بود، زیرا برخلاف تصور اولیه، عامل اصلی پیروزی او نه عدم محبوبیت رقیب بلکه عملکرد چشمگیر خودش در دوران مبارزات انتخاباتی بود. سال 2016 در شرایطی به پایان می‌رسد که برای بسیاری از نیروهای ترقی‌خواه در آمریکا و دنیا با نگرانی منتظر آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هستند. اتفاقی که در ابتدای این سال یک احتمال بعید می‌نمود و حتی تا شروع شمارش آرای انتخابات هم کسی باور میکرد که با باراک اوباما که با شعار تغییر و امید به کاخ سفید رفته بود باید کلید آن را به ترامپ تحویل دهد. پایان شمارش آرا اما این سوال را در ذهن هواداران حزب دموکرات ایجاد کرد که اگر به جای هیلاری کلینتون برنی سندرز کاندیدای این حزب بود امکان پیروزی بر ترامپ وجود نداشت. فراموش نکنیم که خود سندرز هم در روزهای پارایانی رقابت درون حزبی مدام تاکید می‌کرد که تنها او می‌تواند بر ترامپ غلبه کند و سوپر دلیگیت های حزب را تشویق می‌کرد که در کنوانسیون حزبی به او رأی دهند. نتایج رقابت درون حزبی دموکرات‌ها به گونه‌ای بود که برنی سندرز برای پیروزی به رأی حدود 90% سوپر دلیگیت ها نیاز داشت و این اتفاق با توجه به رأی بیشتر هیلاری میان دلیگیت های غیر متعهد و تمایل بزرگان حزب دموکرات به او امکان پذیر نشد. با این حال بررسی این موضوع که شانس برنی در رقابت احتمالی با ترامپ چگونه تصویر بهتری از انتخابات جنجال برانگیز 2016 بدهد. شاید برای روشن شدن موضوع بهتر باشد که نتایج رقابت هیلاری و ترامپ در 2016 را با نتایج رقابت باراک اوباما و میت رامنی در سال 2012 مقایسه کنیم تا ببینیم کاندیداتوری هیلاری چه تأثیری بر موقعیت حزب دموکرات داشته است. مقایسه نقشه انتخاباتی این دو دوره نشان می‌دهد که اوباما در ایالت‌هایی چون پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین، اوهایو، آیووا و فلوریدا پیروز شده که هیلاری در آنها شکست خورده است. هیلاری کلینتون در مجموع برنده 230 الکترال کالج انتخاباتی شد در حالی که برای رئیس جمهور شدن به 270 الکترال نیاز داشت. این یعنی اگر برنی سندرز کاندیدای دموکرات ها بود و می توانست همه ایالت هایی را که هیلاری برده ببرد و علاوه بر آن دست کم 40 الکترال اضافه نیز برنده شود، امکان پیروزی در انتخابات را داشت. ایالت هایی که اوباما برد و هیلاری باخت، آیا برنی این شانس را داشت که موفقیت اوباما را در آنها تکرار کند؟ پنسیلوانیا، این ایالت 20 الکترال دارد و از اهمیت بالایی در انتخابات برخوردار است.
در این ایالت هیلاری 44,000 رای برای پیروزی کم آورد. 2.926 میلیون هیلاری کلینتون، 2.970 میلیون دونالد ترامپ، 2.990 میلیون باراک اوباما، 2.680 میلیون میت رامنی. رأی اوباما در سال 2012 از رأی ترامپ و هیلاری در این دوره در این ایالت بیشتر بوده است که احتمالاً نقش جمعیت زیاد سیاهان را که حدود 10.79% جمعیت رأی دهنده این ایالت تشکیل می‌دهند باید مؤثر دانست. هیلاری در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در این ایالت با اختلاف تقریبی خوبی 935,000 در برابر 731,000 رأی برنی را شکست داده بود و با توجه به اقبال بهتر سیاهان به هیلاری احتمال کمی وجود دارد که برنی سندرز می توانست این ایالت را به سود خود تغییر دهد. ویسکانسین، این ایالت 10 الکترال دارد و هیلاری در آن 23,000 رای کمتر از ترامپ آورد. در این ایالت ترامپ حتی از رامنی 2012 کمتر رای آورده است و در واقع رای کم هیلاری مسبب اصلی شکست بوده است. این ایالتی است که کمپین هیلاری پیروزی او را در آن قطعی می دانست و حتی یک بار هم هیلاری برای تبلیغات به آنجا نرفت. این در حالی است که هیلاری انتخابات درون حزبی را به برنی واگذار کرده بود. به همین دلیل احتمال جدی وجود دارد که برنی سندرز امکان پیروزی در این ایالت را داشته است. میشیگان، ایالتی که 16 الکترال دارد و هیلاری آن را به اختلاف کم 11,000 رای به ترامپ واگذار کرد. خب تا همینجا البته من بعضی جا رو اشتباه خوندم و مجبورم تصحیح کنم، ولی نگاه میکنید که چقدر با دقت زیادی تونست این کار انجام بده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.